یا ایو النبی، شما فارسی چه بخونید؟ آه بسیار خوب. ای پیامبر، چرا چیزی را که الله برای تو حلال کرده است به خاطر خوشنود ساختن زنانت بر خود حرام میکنی و خدا آمرزنده و مهربان است؟ بله، این سوره از خود شأن نزول داره. خداوند عز و جل در اینمی ابتدای اینمی آیت مهربانی میکنه. البته یک چیز را باید متوجه باشی برادر ما، قبلا هم برات خواند که معیار فهم خودت بر تو دین نیست، اسلام ما نیست، نه خودت فقط تنقید میکنی. خداوند عز و جل در ابتدای از اینمی آیه با پیامبر خود میفرماید که ای پیغمبر، چرا چیزی را که خدا بر تو حلال ساخته به خاطر رضامندی خانمهایت او را بالای خودت حرام میگردانی؟ چرا؟ شأن نزول چی است؟ خب نسائی یک چیز میگه، یک لازم ببرم از زنگ آمد. ما میایم سر ام ابراهیم، امی قبطیه، ماری قبطیه که توفه بود بر نبی علیه صلات و سلام، قسمی که توسط شما مقوقس والی اسکندریه کشش مصری مسیحیان برش توفه داده. بله بله، شان برشان من کمکتان میکنم در جاهایی که زنده باشی. خود زنده باشی، اما من نمیفهم که مرجع خودت چی هست، اونمو کمکت بکنه. مرجع من اینجاست، حافظه ای که من اینها را در سن 16 سالگی میخواندم. عزیز من بفرمایید. میگن عقل هر کس به قدر همت اوست. خب ایره تحفه داد، چی وقتی که یک انسان تحفه میگیره چی مقام بالاتر از این میشه که او را در عقد نکای خودش بیاره، و عقد نکای پیغمبر صلی الله علیه و سلم. در اینجا خب میاییم سر از این که اینا رفتن در خانه حفصه، به مفرموده شما نظر به حدیث بخاری، اینا با هم همبستر شدن، و از همبستری وقتی که خانم ها هر چیزی که باشن یک خانم هستن، خلاصه بعضی اوقات بعضی چیزایشان خوشایند برشان نیست، یک عادت است که در هر در فری تینکر هم هست، در مسلمان هم هست، در کل چیز هستن. امیر کمی واضح تر بگوین ماریه قبطیه برده جنسی پیامبر در خانه دختر عمر ابن خطاب حفصه میره، ما حفصه میگیم عامیانه برش، بعد چی کار میشه؟ امیر عامیانه بگوین، دوستان بفهمن چی میگین. ما مثل شما ها نیستیم، الحمدلله ما تربیه داریم. وقتی که خداوند چیزی را پیامبر در... عمل پیامبر را گفتن بی تربیگی است، پیامبر تربیه داشته نیست، عمل را که پدرت امرای مادر جان خودت کرده و از ما هم امور رقم شده اینمی در پس چرا در کتابایتان هست؟ پس چرا عملش در کتابایتان آمده؟ عمل پدر مادر ما در کتاب آمده؟ اوکی، وقتی که کتاب ما را قبول میکنی خواهی این کتاب را به دختر 6 ساله چی رقم توضیح میشه؟ اجازه گوش کو جانم، وقتی میگم منطق به زوال برسه آدم یا و گویی رو شروع میکنه. نه شما اهل همی تو چیز نیستین، اکثر من هیچ ناراحتت نمیسازم که از دست ما نری در کف دست ما آمدی، حالا من ناراحتت نمیسازم، بالای چشمای ما بفرمایم. من اگر آدم گریز می بودم حال نمی آمدم پیشت. من ناراحتت نمیسازم، تو این هم کنی من میگم خیر ببینی، بفرمایید. هدفم خودت هم نیستی، به خاطر اینی 10000 یک از هر با پدر مادر من میرسی مشخص است که چی کار است، کجا میگی؟ نه خیر نیست، من پدر مادر خودم هم در اونجا دخیل ساختم. بسیار خوب، آیت اول را خواندیم با دوستان، آیت دوم را بخونید تشریح کنید شما. امی هر چیزی که بوده اونمو را خداونده که ما برش سر خود میمانیم. یا ایها النبی لم تحرم ما احل الله لك تبتغی مرضات ازواجک والله غفور رحیم. تمام شد، خلاص شد. حالا تو هر چیزی که فکر میکنی در اونجا چیزی بوده که خدا برش حلال ساخته. من مثال ساده شه برات میتم. آیت دوم بریم دیگه. ایج لازم نیست که ما آیت دوم رو برات تشریح بکنم. شو خودت میخوایی بر من امی هر چیزی که در دلت میگرده که اینمی من شما بخونید تشریح کنید، من سکوت میکنم. اونو لازم نیست خودتون اگر تشریح کنید که من حفظ دارم روایات را. خودت حفظ داری ولی هیچ وقت اش اندیشه نمی کنی، فکرت که هست یک مایندست داری. من هستم که حفظ دارم، شما امروز یاد گرفتین اینها را. من درسم برای من یک سوال به وجود آمد کاوشان. باز میگم دو در برابر یک. نه سوال برای من به وجود آمد، من نمیخوام با ایشان صحبت کنم. ببینین کاوشان، آیا
ما ملکت ایمانکم کنیزی که با دست با زور دست راست در جنگ میگیری میتونی با اون رابطه جنسی برقرار کنی یا با کنیزی که برای تو تحفه میتن؟ این امی برای ما سوال هست. زنی که برای محمد تحفه داده بودن یا زنی را که با زور بازوی خود میگیره؟ امو اردوش چیزی را که خدا حلال ساخته باشه هر چی را خدا حلال کنه حلال است. بله حرفتان امی رقم خلاص خلاص با والله قسم این امی رقم است. خب آیت دوم سوره تحریم را بخونیم. قد فرض الله لكم تحلة ايمانكم والله مولاكم وهو العليم وهو العليم الحكيم. فکر میگون من قرآن خوانده نمیتونم؟ نه من فارسی میخوانم اصلا عربی نخوانیم. خب نه چرا تو از من میخوایی که من برای دیر اطلاعات بکنم؟ فکر میکنی تک تک آیات را میخوانیم پیش میریم که این داستان چی بوده از آیت اول تا آیت شش. داستان آیه اول برود تفسیر کثیر برد میگه برای پیامبر چیز... الله گفته برای پیامبر اسلام الله گفته چیزی را که من برات حلال میکنم حلال کردم چرا به خاطر خوش ساختن همسرت برات حرام میکنی؟ تمام شد دیگه گفت اینو را. حالا آمدیم به آیه دوم. گفته خدا برای شما گشودن سوگندهایتان را مقرر داشته است. خداست یاور شما و اوز دانای حکیم. کدام سوگند؟ اینجا در داستان سوگند از کجا است؟ چی سوگندی خورده بود؟ چی کسی؟ بله. نبی علیه السلام در روایت میاد در روایت که در بعد از این که یک راز را افشا کردن خانمهایش اینا حرام گشتاندن. در روایت از نسائی آمده که خوردن شب کدام راز؟ اون راز را هم بگو. راز آمده در روایتتان اون راز چی بوده که افشا شده؟ هیچ چیز حرام نبوده. خب حلال بوده بگینش که چی بوده اصلا. خانه بی بی حفصه بوده. خانه از بی بی حفصه بوده و حفصه از این حالت ناراض شد و نبی پیامبر اسلام در خانه در حجره در رخت خوابه در جای خواب حفصه با کنیز خود سکس کرده. درست است؟ گوش کن عزیزم اگه بحث را این رقمی میکنیم از پیشت میرم. بسیار خوب. بذاره که عامیانه بگویم. اسلامی بگویم. شما کنیز خود جماع کرده. درست است؟ شما امی قوه تعقلتان اینم قصد چون همه چیز را در سکس میبینین. خب ما چی کار میکرده؟ شما بگویم. به زبان خودتان بگویم. قربان شوم. امی یک آدم که میره ازدواج میکنه دختر مردم را در خانه میره او را چی میگو زیر سر خود میمانه؟ ازدواج که نکرده بود با ماریا قبطیه تا این آیت تا این سوره. تو قرآن مرا قبول نداری؟ ما قرآن ما به ازدواج کرده بود در اینجا یا ایوه النبی لما تحرم ما احل الله لکم. خداوند چیزی را که حلال کرده بود برده جنسی بوده زنش نبوده دیگه عزیز من. بله شما مشکل دارین حالا من خویره پنهان کردم. من مشکل ندارم. هیچ مشکل ندارم. مشکل پیامبر دانست. من هیچ مشکل پیامبر با برده جنسی خود در خانه همسر خود در رخت خواب همسر خود جماع کرده. درست است؟ توهین نیست؟ نه خیر نه اینمی درست اینمی رقم است اینمی دین ماست. پس راز چی است؟ راز اون راز چی است؟ سوگند راز چی است؟ سوگند راز ای بود که نبی علیه السلام دو تا خانم ازی که در راز را که با اینا صحبت کرد با اینا گفت که شما این راز را بر کسی نگوین. همون راز چی بود؟ همون راز آمده در کتابایتان. در راز دستی چیز است. به حفصه گفته بود. به این دو راز... ببین جان دلم اشتباه در کجاست؟ اشتباه در اینجاست که میگی به دو زن راز را گفته بود. نه خیر. به حفصه راز را گفته بود. حفصه به عایشه گفته بود. عایشه هم است قربان شما. نه حفصه به عایشه میگه جان دلم. گوش کن برادر. حفصه راز را به عایشه میگه. اولا خب اینمی بحث ما با خودت قناعت دادن خودت نیست به می 1100 نفر که در آیت حرف شما درست از آب در میایه یا حرف ما؟ من میگم که محمد در حال رابطه جنسی با ماریه قبطی است. ماریه میایه حفصه میایه خانه در خانه خودش محمد را در حالت جماع با برده جنسیش میبینه. میگه چرا در خانه ما آمدی کار را میکنی؟ محمد قسم میخوره. گفته آیت دوم در مورد قسم آمده. من قسمش را پرسان کردم دو سه بار نگفتید. می قسم میخورم که اگر این بین ما راز باشه که به دیگران نگویی این مسئله را به عایشه به خصوص من دیگه با این زن رابطه جنسی نمیکنم. جان دلم این است منبع. این است منبع. نه چیزی که خودی چی میگی؟ نبی علیه السلام این دفعه اولش نیست که از طرف الله سبحانه و تعالی برش
ادب بگویم یا قسم برش، چون پیغمبر بود از الله احکام میگرفت. شما اگر برین به عبس و تولا ان جاء اول اعمى، خود از رابطه را کرده با ماریه قبطی، الله برش گفته در خانه حفصه به بر ماریه را چیزی را که الله گفته که چیزی را که ما برات حلال ساختیم تو چرا برای خودت حرام میسازی؟ در بعض روایت خوردن شط بیاید به نظر، نظر به امی فرمان شما اینمی جما، جما با اینمی ام ابراهیم یا اینمی ماری قبطیه. نبی علیه صلات و سلام در اینجا از طرف الله برش آمد که تو پروایی را نداشته باش که زنهایت خوش شوند. چیزی را که ما برات حلال ساختیم تو پروای کسی را وطنکیش برات بگویم نداشته باش. ای خوش شما میای یادم میاد، مهم مهم تو هستی و ما هستم، زن را دور کو بابا. اینجا اینجا گوش کن آقای کاوش، وقتی عمل، وقتی که نکاح بسته شوه و یا او ما ملکت ایمان و کمان باشه، این چیزایی است که ما در دین خود قبول داریم، حال تو قبول نداشته باش. نه نه قبول کنید، من مشکلی ندارم با قبول کردن شما. بسیار نه خیر، ما الحمدلله ما مسلمان هم هستم. خب حالا بیاین که بریم بس اینا رو. من از خودت یک سوال میکنم جانم، من از خودت سوال میکنم جواب میدم. اول آیه سوره تحریم تمام کنیم، بعد صد تا سوالات جواب. سوره تحریم تمام شده، مؤخرش هست نشد دیگه، هنوز ما نرسیدیم به اصل ماجرا نرسیدیم. اینا رو من از خودت یک سوال میکنم جانم، بعد از اون من میرم که من کار دارم. نه دیگه، سوره تحریم رو عدد رو دیگه تمام میکنی، آیه سیوم رو نخوندیم با هنوز. اجازه بده از ما آیه سیوم رو بریم بخونیم تا آیه 5 و 6 رو. از ما که در رابطه با غیرت و حیا و حیفت در اسلام صحبت میکنین، امی غیرت و حیا و حیفت شماها چی هستک؟ دمی باره برای ما معلومات بدین. آها ببین بزرگوار، امروز وقتی ما از شما خواهش کردم که بریم بالای سوره تحریم، ببینین شما وعده دادین که 15 دقیقه بعد میایین، 1 ساعت و 5 دقیقه بعد آمدین. مشکلی نیست، منابع را پیدا کردین، من خوشحال شدم که البته منابع را که پیدا کردی یک تا کتاب برای ما معرفی نکردی در این مدت زمانی که صحبت میکردی. سوره تحریم آیه اول را خواندی با ما، باز گفتم آیه دو را بخون، دوباره آیه اول را برای ما خواندی، حالا بار سوم میگم بریم پس آیه دوم را مسرت به زور خواندم. حالا کنایه میگم، هدف ما زور یعنی نیست که من مجبورت کردم بخونی آمیانه اگر بگویم. حالا میگیم بریم به آیه سیام، میگی من میرم کار دارم. من 1 ساعت و 5 دقیقه منتظرت بودم که بیایی، 1 ساعت و 5 دقیقه منتظرت هستم که تو بیایی و آیه سیام سوره تحریم را، بعد آیه چهارم را. در آیه چهارم مشکل ترین مسئله ما در آیه چهار بود، این تتوب الی الله فقط سقط قلوبکما. الله آمده به این دو زنی که محمد را در خانه خودشان، در خانه چی کسی؟ در خانه دختر عمر ابن خطاب چی میکنه؟ دستگیر میکنه. الله اونها را میترسانه، میگه شما دو زن توبه کنید. چرا با پیامبر خود آیت نفرستاد که توبه کو؟ اون دو زن جرمشان چی بود که توبه کنن باید در قرآن آیت آمده؟ این سوال را جواب کجا دادی بر ما؟ بله، به خاطر که خودت جرمشان چی بود؟ به خاطر که شأن نزول را میفهمی، در نسائی و روایت است که اینا وقتی دیدن که نبی علیه السلام مدت زیادتر را در داخل اتاق رد کرد و اینا نبی علیه در داخل کدام اتاق رد کرد؟ در خانه حفصه با زن. در خانه حفصه با چی کسی بود که رد کرد مدت زیاد را؟ خانمش. با خانمش نیم، کنیزش بود عزیز من. کنیزش بود و خانمش نبود. کنیزش برات گفتم که اما ملکت ایمان و کن رو قبول داری. چیز جدایی از کنیز، چیز جدایی هست. صدقه چم کاوش جان، ما به خاطر ازی که تو کدام چک چک و آوا برای ما بکنی، ما حکم پروردگارم من نقد کرده نمیتونم. یس او ما ملکت ایمان و کن کنیزت. بله خب خانم نگو، من میگم کنیز بگو دیگه، مورا برده جنسی یعنی بگو. چی مقام بالاتری، چی مقام بالاتر از این باشه که تو یک کس را به زنی میگیری؟ خب فراد جان، همین بله. کنیز ما ملکت ایمانکم نبود؟ بود؟ نبود، در کدام جنگ گرفته بودی را پیامبر اسلام؟ توفه است، درست است، درست است، توفه است. خب ما ملکت ایمانکم نیست دیگه، با توفه که شما نمیتونین رابطه جنسی برقرار کنین. حالا پس، پویا جان، حالا پس اگر با یک مرد مسلمان امروز یک زنی را روان کنه، یک مرد مسلمان دیگه به عنوان توفه در خانه زن خود میبرم روش سکس میکنه؟ صدقه چم
وقتی که شما او را چی مقام بالاتر از این میباشه که یک انسان بعدش را بگذار، بعدش را بگذار. امروز یک مرد مسیحی برای مرد مسلمان زن تحفه روان میکنه، در کنار زن خود میبره او را میخوابونه و در اتاق زن خود با او زن سکس میکنه. بله، به خاطر از اینمی آیه اولی قرآن برش به پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم میفرماید که تو چرا ایره پنهان کردی چیزی را که ما برای تو حلال کردیم. حالا چیزی را که اینمی رابطه را که خدا برش در آیه اول برد میگه یا ایو النبی لما تحرم ما احل الله لکم. پس شما وقتی با زنان میتونین به همین سادگی که برایتان مرد زن را تحفه بده و با او سکس کنین، پس زنانتان چرا اجازه نداره با مردان دیگر بره؟ گوش کن شاهزاده، او مسائل مربوط از اون زمان بوده، یک مربوط او زمان نبوده. آیات الله مربوط او زمان نمیشه که میاله چهار تا آیت را میارم در حسابت مجبور هستیم تکفیرت کنیم، تکفیر میشه توسط قرآن. زن منکوهه با سادگی میتونم من رو تکفیرت کنم ما دو بار. زنی که در عقد نکاحی کسی باشه، او زن بدون اجازه مرد و یا مرد البته اجازه نمیخواه، بدون اجازه پروردگارش اگر رابطه جنسی با کسی دیگه میگیره ای زنا تلقی میشه. آقای ستاری ببینین، ما برای تو نمیال مسئله زنم شما کنیز پویا جان، همین سوال، شما با کنیز رابطه جنسی آزاد دارین، زنانتان با غلام های خود رابطه جنسی آزاد نداشتن؟ این مسائل مربوط به اون زمان میشن نه دیگه. در صدر اسلام این زنهای مسلمان که غلام داشتن با غلامای خود چگونه در یک اتاق خلوت میکردن؟ غلام که نامحرم است. شما که از غیرت و عفت صحبت میکنین، این چی بی‌حیایی است در صدر اسلام؟ اون مسئله در دین ما مشروعیت نداره جانم. پس چرا عایشه ام المؤمنین با غلام در یک اتاق بوده؟ چرا دروغ میگین؟ خب صبر که یک لحظه، دروغ میگیم ما؟ بله، اجازه بدیم. دوستان عزیز، مرا گفت دروغ میگی؟ من این لحظه روایت پیشوریم باز بود، میخواستم بگه که دروغ میگی. دوستان عزیز، کتاب صحیح مسلم روایت 29 از زینب بنت ام سلمه روایت است که ام سلمه به عایشه گفت غلام بالغ به منزل تو می آید و من دوست ندارم که چنین چیزی در نزد من مرسوم باشد. ای چی کار است عزیز من؟ شما که از افت صحبت می کنید، شما از کجا مسئله ای را فهمیدین که اینجا علایات بلد چیزی اتفاق افتاده؟ غلام بالغ در خانه عایشه چی کار میکرده؟ اجازه دارم مردای بالغ در خانه همسران شما بیاییم؟ شماها با فکری که دارین غیر از اینمی مسئله در اول به من گفتی که دروغ میگی، اول گفتی که دروغ. اجازه بدی عزیز من، قرآن محارم شما را معرفی کرده، غلام بالغ در خانه زن پیامبرتان چی کار میکرده؟ خب تو از کجا اینه میگی؟ زن را که قرآن طاهره میگه از کجا تو امیر یعنی از متن از کجا فهمیدی که العیاد بالله اینا اونجا کدام چیزی بوده؟ بخاطر نه حالا هیچ چیزی نبوده، حالا هیچ چیزی بسا صرف شما زن دیگر. ببین عزیز من، زنی آمده به عایشه گفته، به عایشه که غلام بالغ در خانه تو می آید، تو زن مسلمان هستی، چرا در خانهش میاد، در خانه اجازه میدیش؟ بعد عایشه برش چی گفته؟ آیا رسول خدا برای شما الگوی کامل نیست؟ یعنی رسول خدا مرا اجازه داده؟ پیامبر اسلام غیرت داشت؟ بله. پس چرا زن خود را اجازه میداد که با غلاما در اتاق خلوت کنه؟ برو آقای کاوش، برو سبحان الله.